همیشه اینجوری یعنی گرم میکنین؟ نه بیشتر خود حرفه‌ای‌تر گرم میکنه، ولی خب بیان خودش اینجا مربیه، یعنی قبلا ورزش میکرده ولی الان دیگه مربیه منطقه نوردن وستفالن، یکی مربیای خوبه منطقه نوردن، ولی امروز من ازش خواهش کردم که دیگه مثلا حالا بیاد با من به خاطر ما، به خاطر ما اومده و خودش هم سرما خورده بنده خدا، وقتم اصلا نداشتش، ولی گفت من به خاطر تو باشه باز میام که با هم یه خورده تمرین بتونیم بکنیم. اوکی حرف بعدی نمیزنیم بقیه نشونی بدش نیش بزنیش نیکس شلمز. لباسای لباسامون چی؟ چرا من سفید پوشیدم شما آبی؟ جدو برای چون من که حرفه‌ایم، چرا من حرفه‌ای سفید؟ توضیح درباره لباس شما اول به شما بگم. این لباسی که تن شما، لباسیه که یکی از دوستان خیلی عزیزم که خودش قهرمان آلمان بوده، هنوزم خودش مسابقه میده، اینو به من داده. این لباس بوندسلیگا، این مارک بوندسلیگا، یعنی هر کسی نمیتونه این مارک رو سینه‌اش داشته باشه. شنیدین؟ هر کسی نمیتونه این مارک رو بپوشه. این مارک مخصوص کسایی که تو بوندسلیگا یعنی رده بالای لیگ مسابقه، یعنی خیلی حرفه‌ای هم مسابقه می‌کنن. دوستم علی میرزایی این لباس رو هم داده و خیلی من این لباس رو دوستش دارم. آخه امروز دادم شما تنتون کنید. دستتون درد بعد لباس آبی و سفید تو مسابقه یه طرف آبی میشه یه طرف سفید که مشخص شه فن و کی زده، آبی زده یا سفید زده. اسم مشخص مثلا کشتی دو بنده قرمز داریم، دو بنده آبی داریم، جدا همینه، یه لباس آبی یه طرف لباس سفید. مثلا نمیتونیم ما جفت اون رنگ اون آبی باشه یا جفت اون سفید باشه، یکی باید تو مسابقه شیعی بهش میگن به ژاپنی، یکی آبی یکی باید سفید باشه. حالا نم راجب مارکایی که پشت من که ندارم، ولی شما پشت لباستون اسپانسرتونه درسته؟ سرلک مولتی سیست مولتی سیستم. اینا سپانسراتونه؟ بله اینا مولتی سیستم سپانسر اصلی باشگاه ماست و باقیش هم من در مورد اسپانسرها زیاد اطلاعاتی ندارم چون خودم هنوز دارم حرفه‌ای مسابقه میدم، ولی خب مربی ها و به قول معروف منیجرهای باشگاه بیشتر میدونم. بیون درباره اینا فکر کنم از بیون سوال کنید بیشتر بدونه که اسپانسرها قضیه‌اش چیه، ولی ما باید قانونا پشت لباسمون اسپانسرها حک شده باشه با اسم و فامیلمون. You belong to me, I belong to you. Fire from my heart, burning just for you. When you're far away, I'm in love with you. Feelings are so high, what can I do? You belong to me, I belong to you. Fire from my heart, burning just for you. When you're far away, I'm in love with you. Feelings are so high, what can I do? آیدا این چیکار میکنی شما الان؟ من دارم آدمک زمین زدنمو آماده میکنم برای کتک زدن بازی داداش. با این تمرین میکنیم. بعضی موقعا که حریف ندارم به قول معروف کسی نیست، با این تمرین میکنم چون این تقریبا 70 کیلو وزنشه و مثل یه انسان معمولی میمونه. 70 کیلوه؟ اوه راست میگی، نه نمیتونم. سختی تکونش میدم. بعد من اینو بیشتر وقتی هم به حریف به بچه‌های شاگردام که آموزش میدم میگم فرض کنید که این حریفتونه، مثلا شما مثلا فرض کنید که الان فینال مسابقاتتون این حریف روبرویتونه، میتونه هر اسمی داشته باشه، مثلا من اسم خودم اسمش گذاشتم جورج. خیلی کنید مثلا شما مثلا بعد اینو بزنید برید مثلا مسابقه، تا اینو نزنید نمیتونید مثلا وارد تیم ملی شید، نمیتونید وارد مثلا قهرمان اروپا شید، قهرمان جهان شید. فرض کنید این حریفتونیه که الان باید باش مبارزه کنید، ترستون بریزه ازش، بتونید با این اینو هی بزنید زمین، هی باش مبارزه کنید که انگار که اون حریفتون تو به قول معروف تو ذهنتون حرف کلیه که میگم من همیشه قبل از مسابقاتم، محمد علی کلی میگم من همیشه قبل از مسابقاتم حریفمو تو ذهنم ذره فنی میکردم قبل از اینکه باش مسابقه بدم. منم همین کارو بیشتر با شاگردام با این آدمک میکنم. خب ولی این بعد بتونه خود شما هم کتک بزنه دیگه. خب این کتکشونو من خودم میزنمش شاگردام، شما نگران نباشید. نه این نمیتونه، این فقط به خاطر اینکه باش بتونی تمرین کنی، این حریف تمرینی شماست، حریفی که بتونه میگم اگه یکی بتونه مثلا من الان اینو بزنم، خب این این حتما خیلی قوی تر از من اگه حریف بود دوست. که منو بندازه پرت کنه زمین. خب الان من اینو یه کتکش بزنم چقدرم کیف میده تو؟ شما وقتی اسم حریف تمرینی رو میارید، حریف تمرینی یعنی کسی که در اختیار شماست کاملا و شما میخواید با اون تمرین کنید و خودتون رو به مرز آمادگی میگم ورزش حرفه‌ای دیگه، ورزش حرفه‌ای بحثش با ورزش دیگه گفتم فرق میکنه.
شما میخواید با اون حریف تمرینی خودتون رو به یه آمادگی لازم برای مثلا مسابقات بوندسلیگا، حالا اینترنشنال، اروپا، جهانی، المپیک برسید. حریف تمرینی هیچ کاری نمیکنه. اگه بخواد مثلا با شما مقابله کنه، خب شما آسیب میخورید و نمیتونید اون کارهایی که بعد تو ذهنتون، برنامه‌ای که تو پروگرامی که تو ذهنتون دارید نمیتونید انجام بدید. وقتی که میگیم حریف تمرینی بحثش فرق میکنه، ولی وقتی که بحث مبارزه و رندوری و من ژاپنیش میگم همون کمپ آلمانی به قول معروف میشه، اینا میشه اون، بله اونم شما فن میزنه، مثل شطرنج میمونه جودو. دقیقاً من همیشه میگم جودو عین شطرنج میمونه، یعنی همه چیو داری شما، زور عضله، همه چی داری، ولی دو تا این همین چیزایی که شما داری تو وجودتون، اون طرف مقابل هم روبروی شما داره. هر کی بهتر فکرش کار کنه برنده مسابقه. شما الان دارین چی کار میکنین؟ من الان دارم هم کار کششی انجام میدم، همین که به قول معروف استراحت کوتاهی میکنم، نفسگیری میکنم برای اینکه چون تمرین کردم بعد یه استراحت داشته باشم باز دوباره بقیه تمرینامو انجام بدم. بعد الان اینجا چرا هیچکی نیست؟ سالن خالیه. خب الان بخاطر اینکه تعطیلات فعلی نشونه، یعنی تعطیلات به قول معروف، به قول ما میگیم، ما ایرانی میگیم نوروزیشونه. کسی تو باشگاه نیست، ولی من چون که آره کریسمسشونه، ولی من چون که حرفه‌ای دارم تمرین می‌کنم و اینکه هشتم یعنی هفته دیگه من با تیم ملیشون دارم میرم اتریش برای اردو و مسابقه، خب بعد بدنمو تو مرز آمادگیش نگه دارم، واسه همین میام خودم تمرین می‌کنم، سوا تمرین می‌کنم، به غیر از تیم واسه خودم سوا تمرین می‌کنم که تو اون مرز آمادگی خودمو نگه دارم. حالا یه سوال. خب بچه جان یه سوال خیلی جدی دارم، میشه ازتون خواهش کنم بلند شین؟ چون سوال خطرناک میشن. حالا خ... من در خدمتتم. مرسی. اول چیو بزنم؟ اوکی. میخوام یه یادم بدین برای خانم‌ها، توجه به خانم‌ها. وقتی که یه خانم بهش حمله میشه، نمیخوام بگم این از اون قوی تره یا مرد از خانم ها قوی تره، ولی خب قدرت مردون مردها از ما زنها قوی بیشتره، از لحاظ زور بازو، از لحاظ زور. دقیقاً میخوام ببینم که اگر یک مرد به یه خانم حمله بکنه، اولین حرکت دفاعی ما چی باید باشه؟ چون بجز اینکه اینجوری کنیم ما با دویم، خب اولین حرکت دفاعی خیلی حرکت ها میتونه باشه، اون مثلا دیالو بحثش فرق میکنه، بعد من مثلا به شما نشون بدم خیلی حرکت ها میتونه داشته باشه، ولی ورزش جودو کلا یه حرکاتی داره میگن دفاع شخصی بشه، یعنی دفاع شخصی داره برای کسی بتونه وقتی یه نفر بهش حالا میگن چه مرد چه زن فرقی نمیکنه، بتونه از خودش دفاع کنه و به اصطلاح تو ورزش جودو بهش میگن دفاع شخصی. خب بعد اون طرف بیاد این کارا رو آموزش ببینه، دورهشو بگذرونه تا بتونه به خودش به خوبی از خودش دفاع کنه. ولی اینجای ولی هست در مورد خانوما، خانوما کلن همه جوره خودشون دفاع میکنن، من این خیالم راحت. خیلی با جرأت دارین حرفا جلوی من میزنین. خانوما کلن از خودشون همه جوره دفاع میکنن و آقایون فکر نکنم زورشون به خانوما برسه. زورتون هم اتفاقا میرسه، فقط به خیلی خانوما هستن که از این اسپری تو کیفشون دارن، یعنی واقعا از لحاظ دفاع زود برمیگردن اسپری میکنن صورت. بگین شما یه دوزی که بخواد کیف بزنه، خیلی اتفاقا این از این اتفاقا تو خیابون خیلی میفته. خب الان شما به من حمله بکنین، اولین کاری که من باید بکنم، مثلا اینجوری نمیتونم بکنم که نه، چیکار باید بکنم؟ اولین کاری که شما میکنید سعی میکنید کفش پاشنه بالا پاتون نکرده باشید و سریعا فرار کنید. و خب غیر از اون بعد دفاع کنید از خودتون دیگه، بعد این مراحل اومده باشید دیده باشید، یعنی این نیست که من فعل بداهه یه چیزی به شما بگم و شما بخواید برید حالا رو تو خونه یا رو دخترتون، پسرتون، شوهرتون بخواید انجام بدید، اصلا همچین چیزی نمیشه، خیلی خطرناکه. جودو یه ورزشی واقعا خطرناکه، ممکنه دستتون بشکنه، ممکنه پاتون بشکنه، ضربه توش زیاد داره. باید بیاید به صورت حرفه‌ای و به صورت مداوم یه آموزشی رو ببینید، از اون آموزش در مواقع خاص، در مواقع مهم استفاده کنید، نه همینجوری الکی من بیام یه چیزی به شما نشون بدم و شما میگید خب من یاد گرفتم، برید فردا تو خیابون یا روی حالا جای دیگه بخواید روی کسی اجراش کنید، اصلا همچین چیزی نمیشه. جودو خیلی ورزش خطرناکیه، کلا ورزش‌های رزمی خطرناکه، جودو خیلی بیشتر. آقا وحید ببخشید میشه یه لحظه بیاین اینجا، من دارم اینجا عکس شما رو میبینم، میخوام ببینم اینجا چیه. اینجا عکستون تو روزنامه بوده درسته؟ اینجا این بیلبورد به قول معروف هر اتفاقی که تو آلمان میفته روزنامه های آلمانه اینجا میزنن، مثلا این مسابقات قهرمانی جهان تو فرانسه، فینال قهرمانی جهان تولسا و تدیرینه که اصلا خیلی مدال داره همه میشناسنش، مثلا که تولسا دوم شد این عکس رو تو آلمان زدن، چون که تولسا مال کلاپ ماست اینجا میزنن. اینجا
بیلبورد قهرمانای این کلاب به قهرمان جهان المپیک هم. مثلا این خانم قهرمان جوانان جهان شد امسال توی فکر کنم آفریقا بود، این باز خود تولساه، این قهرمان جوانان اروپا شد، هر کدوم میگم قهرمان تیمشون نفر سوم بوندسلیگای خانوما شد. این بالایی هم عکس منه تو مسابقات نمیدونم اسمش چی بود، واسه مسابقات آلمان بود که من تونستم اول شم تو وزن 66 کیلو، واسه هم یکی از فنامم گذاشتن و در موردم توضیح دادن که این نفر از ایران اومده و یه ایرانیه و به احترام من باز اسممو نوشتن ایرانی که اینجا مشخص نوشته. نوشته چهار تا جدید از ایران. درسته؟ تو تیممون بودن ولی من تونستم مثلا اول شم. بله من که گفتم قبل منم یه نفر اینجا هست، یعنی هنوزم هست، آقای علی میرزایی میگم که دوستای خیلی خوب هم هست که اصلا من اون آورد تو این کلاب معرفیم کرد و همیشه هم میاد، من حاضر هم الان اعتراف بکنم هیچ موقع زورم بهش نمیرسه تو ورزش، خیلی خیلی قویه، خیلی خوبه و کلا واسه همین خیلی ایرانی ها رو اینجا دوست دارن، چون که قبلش هم کسی بوده به اسم علی میرزایی که به اینا نشون داده که اصلا ایران یعنی چی، ایرانی یعنی چی، که من حالا سعی میکنم جایگزین خوبی واسش باشم. امیدوارم همینجوری هم خواهد بود. همینجوری که میبینین برنامه های قبلی های ما خیلی فرق میکرد، زندگی های مختلف رو رفتیم همگامشون بودیم، امروز خیلی فرق میکنه. با دندون پزشک بودیم ما، با بچه های بی سرپناه بودیم، با خانم بی خانمان بودیم، ولی امروز واقعا فرق میکنه چون اولین باره که با یه ورزشکار داریم فیلم برداری میکنیم و من خیلی هیجان دارم راستش. وای جان یه لحظه، شما الان چی کار میکنی؟ ما داری الان تمرینات بدنسازی و میدانی انجام میدیم. هفته چند بار این کار میکنی؟ در هفته فکر کنم دو بار تا سه بار این کار انجام میدیم، تمرینات میدانیشون. ولی اینا چون که بچه کردم میدونی هفته دیگه، نه دو هفته دیگه مسابقات قهرمانی آلمانه، قهرمانی آلمانه دارن خودشون برای اون مسابقه آماده میکنن، چون که آخر این هفته که با همراه با من با اینا میرم تو کمپ استوایش، یعنی تو اتریش یه هفته اونجا تمرین میکنم، بعد از اونجا هم که هفته بعدش مسابقات قهرمانی آلمانه، بعد اونجا مسابقه بدم. الان دارن خودشون آماده میکنن برای مسابقات قهرمانی آلمان. این تیم نوجوانانشونه، البته توشون یکی دو تا بزرگسالان هست ولی خب همشون با هم تمرین میکنن دیگه. شما فکر کنم الگوشون باشین چون خیلی دیدم بهتون احترام میذارن. من اینجا خیلی کمکشون میکنم، چون تمرینات خودمو که من میکنم زویزو من یعنی به هر حال من تمرینات خودمو انجام میدم، بعد کمک این بچه‌ها هم خیلی میکنم، تمام این کارهای پله اینا رو من بهشون آموزش دادم که بعد رو پله تمرین کنن، این کارو بکنن، اون کارو بکنن، همون دارن اینجا میپرن بالا پایین. همه رو من بهشون قبلا گفته بودم، یعنی با هم که تمرین کردیم بهشون یاد داده بودم که بعد این تمرین واسه قدرت پا و اینا خوبه. وقتی مثلا نمیتونید تو حالت مثلا تو باشگاه با وزن تمرین کنید، تمرینات پله رو تمرینات میدانی به اصطلاح فارسیش میشه تمرینات میدانی، اینجوری انجام بدید که برای تنفستون و هواگیریتون و اکسیژن گیریتون خیلی خوبه. سنشون خیلی پایینه، اینا همش سنشون 10 12 سال 13 سال 14 سال، البته توشون هست 17 18 سال هم هست، تا 22 3 سال هم توشون هست، ولی میانگین بخوای شما حساب کنی همشون 13 14 سال هم. اینا رو این سن بیشتر سرمایه گذاری میکنن، یعنی میان قدرت رو میبرن رو نوجوانان و جوانان بیشتر سرمایه، برعکس حالا کشورهای مثل ما که میان فقط رو بزرگسالان تکیه میکنن و میگن نه همونی که هست همیشه اون باشه، اینا میگن نه اون بالاخره یکی باید جایگزین اون نفر بعدی بشه، اینا این کارو میکنن که جایگزین واسه نفرات بعدیشون داشته باشن. خب الان ما رو کجا شما دارین میبرین؟ خب اگر دوست داشته باشید بریم خونه، من یه چیزی درست کنم دور هم بخوریم. البته زیاد خوب نمیتونم درست کنم ولی قول میدم خوب باشه. یه چیزایی یاد گرفتیم فکر. چیزایی بعدم دیگه درست میکنم، حالا دور هم میخوریم. تو این دوران چند وقت تنهاییم یه چیزایی یاد گرفتم. ولی مثل خانواده نمیتونم درست کنم، ولی خب بد نیست. به خانوما که نمیرسه دست پختم. ولی قول میدم خوب باشه. خیلی ممنون. نمیگیرید امشب. شانسمون امروز خوب بوده، ناگهان با من همیشه باشید خوش شانسه. این گلوکسنت دیگه میدونید دیگه. آره یه سنتی پیدا کرده که
شانس میاره، میگن اگر از روی زمین یه سنت پیدا بکنی شانستون زیاد، هر کی یه سنگی میده قهرمان میشه. یه لحظه یه لحظه، این راستتون رو من باید بدونم. الان نمیدونین به من چی گفتش، که گفتن که در عرض یک شب 5 کیلو لاغر کردن. این راز رو من باید. آره خب ورزش حرفه‌ای این کارو میکنن، خیلی از کشتیگیرا جودوکارا، چیه وزن کشی که دارن باید سر وزن باشی. خب من... شما عضله بدنتون فقط عضله است، درسته چربی ندارین، پس چجوری میتونستین کم کنین تو یک؟ اونا از آب بدن کم میکنه دیگه. خیلی خوبم نیست، خوبی نیست، خب ولی حرفه‌ای همه این کارو میکنن. خب منم مستثنا نیستم، منم میگم مسابقات جهانی روتردام تو یه شب شاید 5 کیلو 200 5 کیلو 300 کم کردم. خیلی سخت. همش از سونا؟ سونا تمرین، سونا تمرین، یعنی تمرین میکردم میمادم سونا، باز میرفتم تمرین میکردم. خیلی سخته ولی خب انجامش دادم. حتی تو همین آلمان هم واسه بوندسلیگا تو 2 روز فکر کنم 6 کیلو من وزن کم کردم. یعنی خود مربی اینجا اصلا باورشون نمیشه، گفتن دمت گرم که مثلا تو تونستی تو 2 روز خودتو برسونی سر وزن. حتی تو اینجا وقتی من سونا هم نرفتم، تو 2 روز وزن کم کردم بدون سونا، یعنی با تمرین، فقط با تمرین و تغذیه. و میگم یه ورزشکار حرفه‌ای بعد همه چی حرفه‌ای باشه دیگه، تغذیه، یعنی یه دکتر خوب غذا باشه واسه خودش، یه همه هم تو همه چی بعد به قول معروف ارث باشی، نفر اول باشی، تغذیه‌ت باید کامل بدونی، همه چی تو باید بدونی، چه به موقع بخوابی، به موقع استراحت کنی، به موقع بخوری، به موقع تمرین کنی، مثلا این باید همه چی منظم باشه. خوابم خیلی مهمه نه؟ 100% توی ورزش حرفه‌ای خواب حکم اصلی رو داره و کلا همه چی دست به دست هم میدن، یعنی شاخه میمونه که دست به دست هم میده و شما رو به یه مقصدی میرسونه. بعد همه چی رو با هم رعایت کنی، نمیشه این کارو بکنی اون کار نکنی، با هم جور در نمیاد. خب الان قراره واسه ما غذا درست کنی، بعد وزن اضافه بکنیم، الان دیگه کم کردنی من 1 کیلو چربی توش باشه. You belong to me, I belong to you. Fire from my heart, burning just for you. When you're far away, I'm in love with you. Feelings are so high, what can I do? You belong to me, I belong to you. Fire from my heart, burning just for you. When you're far away.